روم اتفاق افتاده واقعا اینها شگفت‌انگیزه و حیرت آوره. این همه کشتار واقعا آدم به تعجب وامی داره که اینها چجور تونستن این همه افراد رو بکشن. سال 13 هم هست زمان خلیفه دوم عمر بن خطاب و معمولا در این جنگ ها فرمانده جنگ ها آقای مغیره بن شعبه است، همون که دست راست خلیفه دوم بود در همه جنگ ها و در همه کارهایی که در سر اسلام انجام میداد. یکی از این جنگ ها در سال 13 هم 100,000 نفر رو اینها میکشن. 100,000 نفر رو در یک روز اینها میکشن. خب ابن عثیر درباره جنگ های خلیفه دوم با ایرانیان می نویسد که در سال 12 هم اتفاق این افتاد. فما کانت بین المسلمین والفرس وقعتا ابقا رمتا منها بقید عظام القتلا دهرا طویلا. هیچ جنگ بین مسلمان ها و ایرانیان نبود که بعد از آن جنازه ها مانند این جنگ بر جای بمونه. اینقدر جنازه مانده بود که در سابقه نداشت این همه جنازه روی زمین بمونه. استخوان کشته ها مدتی طولانی باقی ماند و کشته ها و کانو یهزرون القتلا مئت الفن. اون روز کشته هایی که در اون روز اتفاق افتاده بود 100,000 نفر تخمین زده می شد. 100,000 نفر تخمین زده می شد. خب این چه اتفاقی هسته افتاده؟ در کل جنگ های 10 ساله پیغمبر فقط حدود 200 نفر 300 نفر حالا بگیم 1000 نفر بیشتر اتفاق نیفتاده، ولی اینها در یک روز در یک جنگ 100,000 نفر رو میکشن. این در تاریخ ابن عثیر جلد دوم صفحه 290. آقای ابو عبدالله همیری در برحال صفت و جزیرت اندلس در جلد اول صفحه 117 و کتاب‌های دیگه علمای اهل سنت این اتفاق رو نقل کردن. در سال 13 هم زمان خلیفه دوم 100,000 کشته در یک جنگ و یک روز. جنگ بعدی باز در سال 14 هم هست زمان خلیفه دوم، باز جنگ با ایرانی هاست که در این جنگ 40,000 نفر رو در یک روز اینها میکشن. 40,000 نفر رو. الان خیلی البته نمونه زیاده، من نمونه ها رو سعی میکنم که خیلی کوتاه و سریع بگذارم. طبری در تاریخ این مطلب رو نقل میکنه، ابن عثیر جزری در کتاب الکامل نقل میکنه، کلاعی اندلوسی در الاکتفاء، نویدی در نهایت العرب و ابن خلدون در مقدمه خودش این مطلب رو نقل کردن که فاما المقترنون فانهم جشعوا فتخافتوا في العتيق فواخذهم المسلمون برماههم فما افلت منهم مخبر وهم 30,000. میگه لشکریان احتیاط که از اونها بودن همه فرار کردن و به صورت نامنظم در بیابان به راه افتادن. مسلمان ها این لشکر احتیاط رو تیرباران کردن به صورتی که حتی یک نفر از اونها باقی نماند. لشکر احتیاطی که مال ایرانی ها بود، خب در جنگ هم نبودن اونها، اینها آمده بودن فرار میکردن در بیابان ها، مسلمان ها با تیر اینها رو زدن، یک نفر از اونها رو زنده نگذاشتن. چقدر نفر بودن اینها؟ و هم 30,000، 30,000 نفر بودن. 30,000 نفر رو در بیابان تیراندازی کردن و کشتن. و اخذ از الاره ابن خطاب درفش کابیان تا ادامه میده، باز جنگ ادامه داره. در جنگ، در خود اصل جنگ چه اتفاقی افتاده؟ و قتلوا فی المعركه 10,000 سوا من قتلوا فی ایام قبله. در اصل جنگ هم 10,000 نفر در اون روز کشته شد، غیر از اونهایی که روزهای قبل کشته شده. در یک روز 30,000 لشکر احتیاط و 10,000 نفر جنگجو اینها کشته. تا زمانی که ما تو این مملکت نیایم تاریخ کشورمون و تاریخ جهان اسلام رو به درستی یاد بگیریم، بهار عربی نتیجهش میشه پیروزی اخوان المسلمین، انقلاب مردم سوریه میرسه به پیروزی داعش، انقلاب مشروطه و انقلاب رضاشاهی و محمد رضاشاهی مثل سال 57 ملاخور میشه، جنبش 88 تون موسوی و کروبی خور میشه، رسانه های لندنی و واشنگتنی و لس آنجلسی و اروپایی همه اصلاح طلب ملاخور تودهی خور میشه.